حمله بی سابقه ارژنگ امیر فضلی به مهران مدیری و صحبت‌های تندی که در مورد اون انجام داد. با ما همراه باشید، این صحبت‌ها و حرف‌های جدید رو از این دو نفر می‌شنویم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب همونطور که احتمالاً میدونید یه دعوا و کلکلی چند روزی هستش که توی فضای مجازی بین ارژنگ امیرفضلی و مهران مدیری اتفاق افتاده. کلکلی که بعد از مصاحبه نصرالله رادش حتی شدیدتر هم شد. بریم ببینیم اصلاً دعوای مهران مدیری و ارژنگ امیرفضلی از کجا شروع شدش. قطعاً شروع و اوج کار هر دو هنرمند رو میتونیم مجموعه ساعت خوش بدونیم. مجموعی که علاوه بر این دو هنرمند، هنرمندای زیادی مثل رضا عطاران، سعید آخانی، نادر سلیمانی هم توی اون رشد پیدا کردن و به اوج شهرت رسیدن و توی دهه 70 یکی از پرمخاطب ترین سریال‌های شبانه تلویزیون بود. توی این سریال هم مهران مدیری و هم ارژنگ امیرفضلی به عنوان بازیگر توی سریال حضور داشتن، ولی کارگردان اصلی کار مهران مدیری بود و یکی از نویسنده های اصلی هم ارژنگ امیرفضلی بودش. این تیم با اینکه تیم برنده بود ولی هیچ وقت موفقیتش رو تکرار نکرد و این تجربهشون رو توی سریال دیگه‌ای با هم به اشتراک نذاشتن و تقریبا میتونیم بگیم اولین و آخرین همکاری ارژنگ امیرفضلی و مهران مدیری همون مجموعه ساعت خوش بود. بعدن مهران مدیری توی سریال‌های زیادی کارگردان بود و ارژنگ امیرفضلی هم توی سریال‌های زیادی به عنوان بازیگر و نویسنده حضور داشت. ولی خب این همکاری رو هیچ وقت دوباره تکرار نکردن. انگار بعد از سریال ساعت خوش بین این دو هنرمند اختلافی ایجاد شده بود و میونشون شکراب شده بود. حتی توی مجموعه دوره همی که مهران مدیری توی 5-6 سال اخیر توی تلویزیون اجرا داشتش و از هنرمندای مختلف دعوت میکرد و باشون مصاحبه میکرد، هیچ وقت هیچ دعوتی از ارژنگ امیرفضلی انجام نداد. با اینکه خیلی از بازیگرای ساعت خوش توی برنامه دوره همی حضور پیدا کردن و اون تایم ارژنگ امیرفضلی توی برنامه خندوانه هم خیلی فعال بودش، ولی هیچ وقت به برنامه مهران مدیری نیومد، که خب باز این هم اختلاف این دو نفر رو بیشتر تایید میکرد. نصرالله رادش هم چند روز پیش یه مصاحبه جنجالی رو با فرهاد اشوندی در برنامه ستاره بازی انجام داد و توی این گفتگو درباره مسائل مختلف صحبت کردن. اون توی قسمتی از مصاحبهش گفت که ما توی ساعت خوش تیم بی‌نظیری داشتیم که موفقیت کار اول از همه مدیون مهران مدیری به عنوان کارگردان بود که توی اون دوره از بین ده‌ها چهره که عموماً هم جدید بودن ماها رو انتخاب کرد و تونستیم این مجموعه رو کنار همدیگه بسازیم و نصف دیگه این ماجرا هم به خاطر متن‌های جذاب و بی‌نظیر ارژنگ امیرفضلی بود که تقریبا میتونم بگم بیش از 40% موفقیت به خاطر این متن‌ها بودش که خوب می‌نوشت و ما هم در کنار این متن‌های خوب میتونستیم بازی‌های خوبی رو ارائه بدیم. بعد از این مصاحبه که 4-5 شب پیش منتشر شده بود، نصرالله رادش دیشب یه قسمت کوتاهی از این مصاحبه رو که مربوط به این صحبتاش در مورد ارژنگ امیرفضلی بود رو منتشر کرد و توی پیج اینستاگرامش قرار داد که با واکنش ارژنگ امیرفضلی همراه بود و برای این ویدیو نصرالله رادش یه کامنت گذاشت و نوشت: عزیزم قربون صداقتت، لطف داری، ولی مهران مدیری میگه همش کار من بوده، تو هم بگو کار اون بوده، یه وقت ناراحت نشه، از عظمتش کم نشه، قصه میخوره. ارژنگ چی؟ به نظرم این دوتا ساعت خوش حداقل 40% مدیون ارژنگ و داووده. منم اگه اونجا گل کردم نوشته ها وقتی میخونم بودم جون بریم بازی کنیم اینو، که خب باز این قضیه هم مثل این که گویای اختلاف شدید بین ارژنگ امیرفضلی و مهران مدیری هستش. البته ارژنگ امیرفضلی توی یکی از مصاحبه‌های قدیمیش در مورد مهران مدیری صحبتایی رو انجام داده بود و به صورت غیر مستقیم به اختلافش به مهران مدیری اشاره کرده بود و گفته بود که من با هیچ کسی مشکلی ندارم، به مهران مدیری هم ارادت دارم و بهش احترام قائلم، ولی هیچ وقت قرار نیستش که من رو به برنامه دوره همی دعوت بکنه. البته که اصلا هم دوست ندارم توی این برنامه حضور پیدا کنم و برام کلا جذاب نیست. برای مهران مدیری یادش بخیر، اون موقع که با هم شروع کردیم به کار. الان با مهران چی ارتباطتون؟ من با همه ارتباطم خوبه،
من با هیچ کس نه قهرم نه چیزم عصبانیم نه ناراحت. من با همه خوبم. خب گفت این 50% اینکه این که اونا با من چجوری بازه اونو نمیدونم. رفت خواستگاری گفت 50% حله ما پسندیدیم. مهرانم با تو رابطش خوبه. آره آره هر وقت هم دیگه بعدی ولی این صحبت‌ها رو ارجنگ امیرفضلی در حالی انجام میده که خود مهران مدیری چند سال پیش توی یکی از مصاحبه‌هایی که انجام داده بود اشاره‌هایی به این قضیه داشت و گفته بود که یکی از دلایل موفقیت سریال ساعت خوش متن‌های خوب ارجنگ امیرفضلی بود و قطعاً بدون این متن‌های این مجموعه نمیتونست این موفقیت رو به دست بیاره و انگار از سمت مهران مدیری حداقل کینه‌ای در ظاهر وجود نداره. بچه‌های نابغه‌ای اینها رو می نوشتن مثل ارجنگ امیرفضلی، مثل مرحوم داوود اسدی، نویسنده های اصلی ما بودن، گاهی هم. سعید آقاخانی و خیلی چیز بود، خیلی آوانگارد بود کاراشون و خیلی عجیب غریب بود و تفکرشون جلوتر از زمان بود، ولی خیلی اشاره الان که می بینم میگم که نه اصلا اینا کار من نیست. در واقع شاید من واقعا یه نقش 30% دارم توی این یه واقعیته و هیچ وقت نباید حقیقت رو نگفت. اینا حقیقتیه که فقط هیچکی بهتر از من نمیدونه، چون من خودم میدونم چقدر سهیمم چقدر نیستم. جالبه بعد از پخش سریال ساعت خوش به گفته تمام عوامل این فیلم تمام بازیگرا به مدت 1 تا 5 سال به صورت رسمی ممنوع کار شدند و دلیلش هم اوج شهرتی بود که از این سریال به دست آورده بودند و مدیران سازمان صدا سیما این موضوع رو خطرناک قلمداد کرده بودند و تمایل داشتن که یه مقدار از حجم قدرت و شهرت این بازیگرا کاسته بشه تا بعدش تصمیم بگیرن که آیا با این بازیگرا همکاری داشته باشن یا نه. خود مهران مدیری توی همون مصاحبه قدیمیش گفته بودش که این ممنوعیت برای اکثر بازیگرها حدوداً 1 سال بود و بعد از 1 سال 1.5 سال دوباره تونستن کارهای جدیدی رو بازی بکنن، ولی من به عنوان کارگردان نزدیک به 5 سال ممنوعیتم طول کشید که این تایم سخت در این تایم زندگیم بود و از نظر مالی توی شرایط خیلی بدی بودم و هیچ کاری حتی نمیتونستم انجام بدم. خب رفقا حتما نظراتتون رو راجبه این دعوا و این کلکل بین مهران مدیری و ارجنگ امیرفضلی برام تو بخش کامنت ها بنویسید، بهمون بگید به نظرتون حق با کدوم سمت قضیه هستش. آیا ارجنگ امیرفضلی داره مهران مدیری رو قضاوت میکنه و مهران مدیری هیچ کینه و ناراحتی از اون به دل نداره، یا قضیه ابعاد دیگه ای هم داره که ما نمیدونیم؟ حتما نظراتتون رو کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا